ساعت اولیه صبح روز دوشنبه همچون سالهای گذشته مراسم با شکوه اعضای زنجیر تیغی در شهر مقدس کربلا برگزار شد همه ساله و بنابر سنتی دیرینه در صبح روز هشتم محرم اعضای زنجیر تیغی با شرکت محبان و عاشقان حضرت سید و شهدا انجام می شود صبح روز دوشنبه هم جمع زیادی از زائران ما حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در مراسم اعضای زنجیر تیقی شرکت نمودند مراسم زنجیر تیقی بلا فاصله پس از اذان صبح کربلا در های اطراف حرم امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما برگزار شد این مراسم با شکوه بیش از سه ساعت به طول انجامید و خیلی عظیمی از پیروان اهل بیت علیهم سلام که از داخل و خارج عراق آمده بودند در این موکب ها شرکت داشتند شرکت کنندگان در این مراسم با وارد کردن جراحات بر بدن خود با زنجیر تیغی به منظور ابراز همبستگی با مصیبت هایی که در روز آشورا بر خاندان پیامبر اکرم وارد شد تاسف عمیق خود را از این مصیبت ابراز و به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام ابراز ارادت نمودند بزرگ مصیبت آشورا در این موکب ها و با این شکل بیانگر عمق دلبستگی مؤمنان خداجو به آرمان امام حسین علیه السلام و تبلور عمق حزن و اندوه آنان است تا این مصیبت دردناک را که با شنیدن مصیبت آن جهان اسلام بلکه آزادگان دنیا را تکان می‌دهد به جهانیان یادآوری نمایند شرکت کنندگان در این مراسم عزاداری بر عزم خود برای تداوم احیای شاعر حسینی و تبیین آن به جهانیان به منظور رساندن پیام واقعی ما حسین علیه السلام تأکید کردند. شهر مقدس کربلا همه ساله در ماه محرم با برپایی این مراسم اعذا به منظور مواسات و به یاد پیکر حضرت علی اکبر علیه السلام شاهد حرکت دسته های عزاداری زنجیر تیقی به مناسبت آشوراست که یکی از برجسته مناسک حسینی و بیانگر حزن و اندوه محبان اهل بیت علیه السلام است تا شدت حزن و اندوه خود را نسبت به مصیبتی که بر خاندان اسمت و تهارت در کربلا وارد آمد ابراز نمایند نظیر این موکب ها علاوه بر عراق در بسیاری از کشورهای جهان در روز آشورا در کشورهای مانند افغانستان، پاکستان و هند نیز به صورت گسترده به شیوه های مشابه برگزار و این مصیبت ازما را به دین صورت گرامی می دارند. این اعضای مقدس از شبکه های ششگانه مجموع رسانه ما حسین علیه السلام نیز به صورت زنده پخش شد.